درود بر بینندگان و شنوندگان این برنامه، برنامه زرتشته و من آرتمیس علی‌آبادی هستم. این برنامه کاریس از جنبش نوزایی ایرانی و رنسانس ایرانی و در این برنامه مانند برنامه های دیگه در باره هر آن چیزی ما گفتگو میکنیم که به محدوده و حوزه فرهنگ و تمدن ایران بزرگ مربوط میشه، من جمله باور یا آیین مزدی اسنا یا باوری که ما امروزه اون رو به عنوان آیین زرتشت میشناسیم. مهمان امروز برنامه من جناب آقای دکتر شهرستانی هستند که در برنامه های پیشین هم با من بودن و از سیدنی استرالیا اینجا مهمان ما هستند. درود بر شما آقای دکتر، درودی داشته باشید با بینندگان برنامه تا وارد جستار امروز بشیم. به نام نامی سرزمین اهورایی ام ایران و به نام آزادی، به راستی که در دنیا هیچ چیز سپندینه تر یعنی مقدس تر از نام میهنم وجود ندارد و هیچ گوهری نیز گرانبهاتر از آزادی نیست. درود من به شما بانو آرتمیس گرامی و درود به همه بینندگان برنامه برجاوندتون در شبکه جهانی تلویزیون پارس. بسیار خرسند و شادمانم که در این برنامه به همراه سرکار مهمان کانون گرم خانواده های ایرانی در سراسر گیتی هستیم، به ویژه اونهایی که در ایران میزبان ما هستن. سپاسگزارم. همین گونه است که میفرمایید. امروز ما میخوایم درباره داده های باور یا آیین مزدی اسنا به جهان گفتگو بکنیم. احتمالا بینندگان میدونن که بنیانگذار آیین مزدی اسنا زرتشت سپیدمانه و ایرانیان هستند که این آیین رو پس از در واقع درگذشت زرتشت اون رو به عنوان آیین زرتشت شناختند. ما میدونیم که زرتشت ایرانی بوده، زبان ایرانی داشته و در فرهنگ ایرانی بالیده. زرتشت خردمند در واقع نخستین فیلسوف جهان شناخته میشه و اگه بخوایم زاد سال این ابرمرد رو در واقع بدونیم، به روایتی 3700 و اندی سال و حتی برخی اون رو تا 8000 سال پیش هم میدانن. اما اگر همون حتی 3700 و اندی سال رو درست بدونیم، باید باز بدونیم که زرتشت بیشتر از 1000 سال پیش از ارسطو و افلاطون که بنیانگذاران فلسفه در غرب شناخته می شدن زندگی کرده و اونگونه که پژوهشانشون داده از اندیشه و فلسفه زرتشت بنیاد باورها و تحلیلهای خودشون رو به اندازه بسیار زیادی وام گرفتن و زرتشت بر اندیشه فلسفی ارسطو و افلاطون هم تأثیر بسیار زیادی داشته. نخستین داده‌ای که من میخوام امروز در برش باهاتون گفتگو کنم اینه که زرتشت یزدهای گوناگون یا ایزدهای گوناگون رو کنار گذاشت و یکتا آفریدگار رو برای جهان در نظر گرفت که این تا پیش از زرتشت در جهان سابقه نداشته. واژه اهورامزدایی که زرتشت در نظر گرفت در واقع در سانسکریت اسورا بوده به چم یا به معنای دانا و مزدا هم به چم یا به معنای بزرگه و بنابراین اهورامزدا یعنی بزرگترین دانا یا دانای بزرگتر هست و در واقع مزدا اهورا یک آفریدگاری برای ایرانیان بوده که بزرگترین دانا محسوب می شده. در واقع زرتشت میگه اون چیزی که ما به عنوان آفریدگار این جهان باور داریم یک دانای بزرگه، کسی که بیشتر می داند می تواند آفریدگار یک تا این جهان باشه، نه کسی که مثلا از همه قوی تره یا زورش بیشتره یا هر کاری که بخواد با جهان و جهانیانی که در اون زندگی میکنن بکنه. بنابراین به نظر میرسه این برترین داده آیین مزدی اسنا به جهانه که مردم جهان یک آفریدگار رو بشناسن به عنوان نیروی برتر این جهان و اون هم کسی نیست جز کسی که بهتر و بیشتر از همه میدونه. حالا ببینیم که جناب آقای دکتر شهرستانی نظرشون در این باره چیه؟ بله، همونطور که سرکارم فرمودید، من در همین بیانات شما به این نتیجه رسیدم، توی ذهنم این رو داشتم الان پرورش میدادم که در واقع به راستی اگر این زرتشت این آموزگار بشریت در هزاران سال پیش از میلاد در شرایطی که انسان‌ها فاقد هر گونه قانونی برای زیستن بودند به کمک بشر نیامده بود و چنین آموزه‌های
مفید و سودمندی رو برای انسان‌ها پس از خودش به جای نمی‌گذاشت، سرنوشت بشر امروز به کجا ختم می‌شد؟ اگر امروز ما می‌تونیم پس از هزاران سال بدون کوچکترین تردیدی بر پایه‌های سخن او شالوده و پایه‌های زندگی خودمون رو و مقام انسانیت و ترقی بشر رو استوار نگه بداریم، این خودش نشان دهنده یک درایت و خردی در پشت این صحنه میتونه باشه. یعنی کسی که تونسته این فرهنگ رو برای ما به میراث بگذاره و ما تونستیم در واقع به وسیله اون پایه‌های انسانیت رو استوار نگه داریم. امروز اگر ما میبینیم که پایه‌های انسانیت در بین بسیاری از مردم همچنان استوار مونده، این در واقع اون پشتوانه است که او به انسان‌ها داده. اگر شخصیت ارجمندی چون زرتشت از سرزمین ما بر نخواسته بود، امروز معلوم نبود که حتی در جامعه خود ما مردم چه شرایطی رو می داشتن. حالا جوامع دیگر رو که از همین فرهنگ سرچشمه گرفتن رو اگر نخواهیم مثال بزنیم، جامعه خودمون رو فقط بگیم، اینها امروز چه سرنوشتی رو ممکن بود داشته باشن. یکی از مهمترین آموخته های زرتشت به انسان ها این بود که او در واقع مالک سرنوشت به انسان آموخت که مالک سرنوشت خودش هست و اراده آزاد داره در پیدا کردن راه خودش و سرنوشتش، و اون میتونه بین دو نیروی پاکی و پلیدی که سپنتامینو و انگرمینو نام گذاشته یکی رو انتخاب کنه و حتی او رو مورد توجه خودش قرار بده و یکی را بر دیگری در واقع برتری بده. اینجا لازم میدونم که یک اشاره‌ای داشته باشم که برخی اشتباهاً این دو نیرو رو خدا تصور میکنن. انگرمینو در گویش فارسی به اون اهریمن میگن و در زبان دیگری شیطان هم بهش گفته میشه، یعنی منش بداندیشی و ویرانسازی که در نهاد انسان‌ها پیدا میشه، که از دانایی بهره‌ای نداره و از احساس ناپاک و پندارهای نادرست در واقع بهره میگیره. این میتونم خلاصه‌ای از این رو به این شکل اشاره کرده باشم و میتونم اشاره بکنم که هر کسی که دانا باشه به جای انگرمینو منش پاک و سازنده یعنی سپنتامینو رو در نهاد خودش بارور بکنه و پدیدار بکنه، او بنابراین نشون میده که خالق خودش رو از چه راهی داره شناسایی میکنه و از چه طریق میخواد به باورهای خودش در واقع قدرت ببخشه. و همچنین عکس این رو، بداندیش رو هم همچنین میشه با همین تصورات کرد، اما با تصور به این که او بداندیشه و دیگری نیکندیش، نشانه این نیست که خدای او و خدای او بداندیش متفاوت هستند. اهورمزدا در جایگاه خودش در واقع آفریدگار هر دوی اون میتونه باشه. این چیزی که برخی فکر میکنن که انگرمینو هم یک خداست، در حالی که کمی بعدا توضیح میدیم. برای قبل از اینکه ما وارد این جستار انگرمینو و سپندامینو بشیم، زرتشت یکی از دستاوردهای دیگه آینه مزد یسنا کتاب گادهایی است که زرتشت سروده هایی رو به خداوند پیشکش میکنه. یعنی زرتشت اینقدر دلداده اهورامزدا میشه که براش گرگونه هایی رو می سرایه و پرسش های فلسفی خودش رو در واقع در باره هر آنچه که در این جهان و روابطی که در جهان وجود داره مطرح می کنه. این گادها از این نظر ما می گیم که از بهترین دستاوردهای زرتشت بوده، برای اینکه زرتشت یک انسان خردمند و دانشمندی بوده. وقتی که نگاه میکنه به پیرامون خودش، در جهان یک هنجار یا یک قوانینی رو مشاهده میکنه و بعد میاد میگه که این جهان بر مبنای این اصول یا این قوانین که اونها رو اشا مینامه. اشا در واقع همون چیزی است که باز در زبان سانسکریت اسا نامیده میشده، اسا یا اشا.
این اون چیزی رو که بهش هنجار هستی یا قوانین حاکم بر هستی که سیستماتیک جهان رو به حرکت در میاره رو برای نخستین بار این زرتشت هست که در جهان بهش اشاره میکنه و میگه که هر آنچه که عشا دارد هنجار دارد و نیک است و خوب است و به راستی جهان را به بهترین وجه میگرداند. هر آنچه که عشا ندارد یا ان عشاست، ان پسوندی است که به هر چی اضافه می شده معنی منفی ایجاد می کرده. ان عشا که بعدن شد آنارشی، واژه آنارشی در غرب از آناشا رفت به اونجا و معنی هرج و مرج رو پیدا کرد، بد است و ناهنجاری است و خداوند یا آفریدگار ان عشا را دوست ندارد. بنابراین یکی از کارهای جالبی که زرتشت میکنه اینه که هنجار هستی رو معرفی میکنه به جهانیان و میگه چیزی به نام عشایی که حالا اسمش رو میذاره عشا در جهان وجود دارد و اون چی که هرج و مرج هست بد است و عشایی نیست. یکی از چیزهایی که جناب دکتر شما اشاره کردید همین انگر مینو یا سپنتا مینو باز از داده های همین باور مزدی اصنا به جهانه، به این معنا که سپنتا خب یعنی نیک و مینو یعنی سرشت، سرشت نیک سپنتا مینو و انگر مینو یا سرشت انگری، انگری همون خشمگین یا بده، واژه انگری هم بعدا در انگلیسی از زبان فارسی رفته. انگر مینو که شما در اوستا در گادها خیلی میبینید به معنی سرشت بده، در واقع نیک رو در برابر بد گذاشتن، یعنی مفهوم نیکی و بدی رو در مقابل هم گذاشتن از داده های آینه مزدی اسناست به جهان. پیش از اون ما در آیین مهر روز رو در برابر شب داشتیم، ولی الزاماً روز و شب به معنی خوب و بدی نبوده، روز در برابر شب بوده. اما این نخستین بار در جهان هست که میبینیم زرتشت میاد مفاهیم نیک و بد رو مفهوم میکنه برای مردم که نیک ها چه ها هستن، بدها رو ما احتمالاً به چه چیزهایی میگیم، به اصطلاح هم هنجارها و ناهنجارها، و اینها رو که در برابر هم میذاره اون وقت به انسان آزادی گزینش که باز جناب دکتر شهرستانی در برش گفتگو کردن رو به انسان میده و میگه انسان آزاد که آزاد آفریده شدی و آزاد باید برگزینی این نیک ها و این بد ها و با آزادی گزینش خودت بین این سپنتا مینو و انگر مینو برگزین و تو آنچه که میگزینی زندگی تو میشه و پس از مرگ تو میشه حتی، یعنی بر مبنای نیک و بدی که خودتون انتخاب میکنید نه بر مبنای اون چیزی که خداوند برای شما حالا میگذاره، بعد میگه شما این کارها رو بکنید حالا میرید بهشت، این کارها رو نکنید حالا میرید جهنم. زرتشت میاد میگه چنین چیزی نیست، این نیک ها و این بد ها در جهان وجود دارن به عنوان هنجارها و ناهنجارهای هستی و شما خودتون انتخاب کنید میخواید توی کدوم سطح و با کدوم شیوه زندگی کنید و پس از مردنتون هم روان شما آن چیزی است که در این دنیا شما باهاش زندگی کردید و کارهایی که انجام دادید. درست میگم جناب شهرستانی؟ بله، در واقع میشه گفت که خالق نیکندیشی و بدندیشی خود انسانه، انسان نیکندیش و بدندیش در واقع هر دوی اینها دارای یک آفریدگاری هستند به نام اهورمزدا که اون جایگاه خودش رو داره و از سرچشمه این در واقع دو گوهر ناهمگون که هر دو در واقع میشه گفت یک نیرویه که فرایند هستی هم هستن، مثل مثلا همون شب و روزی که شما فرمودید، مثل نیکی و بدی، مثل منفی مثبت و منفی، مثل کنش و واکنش، یا مثل کشش و رانش، گرمی و سردی، یا تز و آنتی تز، سیاهی و سفیدی، و نمونه های فراوانی رو میشه در زندگی از اینها یاد کرد. و هر حال وقتی که به این مسائل میرسیم، من وقتی شما اینو میفرمودید به یاد سوده از فریدون مشیری افتادم در رابطه با اون موضوع گرگ درون. یک سوده ای داره در رابطه با گرگ درون که در واقع میخواد خوبی ها و بدی ها رو در انسان تفکیک بکنه. من درست الان خاطرم نیست ولی به ذهنم اومد که یک سروده‌ای داشت که هر که گرگش را در اندازت به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک، هر که با گرگش مدارا می کند خلق و خوی گرگ پیدا می کند. یعنی وقتی باز می گردیم می بینیم که در هزاران سال پیش از میلاد زرتشت اومده چنین سخنانی رو گفته
و در واقع شما رو باز داشته از بدیها و آموخته‌هاش این بوده که به شما بیاموزه که اگر به سوی خوبی‌ها پیش برید میتونید مسیر زندگی سالم و راحت و آسوده‌ای رو برای خودتون چه در دنیا و چه در آخرتتون فراهم بکنید. ما میبینیم این مسیر ادامه پیدا کرده میرسه تا به فریدون مشیری سرود سرای معاصر که همین موضوع رو میاد یکی از سروده‌هاش قرار میده. حالا اگر در ادامه برنامه فرصتی شد من این سروده رو پیدا میکنم. من فکر میکنم بسیار سروده جالبیه، میتونیم از این سروده بهره ببریم و بینندگانمون هم یک بار براشون یادآوری بشه. چه بسا بسیاری میدونن ولی یک بار دیگه یادآوری بشه. سپاسگزارم. یکی دیگه به نظرم از داده های آیین مزدی اسما به جهان اینه که ما در دوران آیین مهر، هنگامی که همه ما ایرانیان مهری بودیم و مهر رو نیایش میکردیم و ارج میذاشتیم به عنوان برترین انرژی بخش جهان، چهار گوهر آب و خاک و باد و آتش رو به عنوان گردونه میترا یا همون چیزی که سواستیکا مینامیدیم به عنوان نگهبانان میترا اینها رو قبول داشتیم. زرتشت سپیدمان کاری که کرد اومد گفت این چهار گوهر یا این چهار آخشیچ که در روی زمین در واقع عناصر زمین هستن، این چهار عنصر آب و باد و آتش و خاک، نگهبانان میترا نیستن. اینها رو اهورامزدا ایجاد کرده در روی زمین و فرزندان این زمین رو، یعنی فرزندان خودش رو اهورامزدا در واقع آفریده های خودش رو در روی زمین مسئول نگاهبانی از این چهار عنصر قرار داده. در واقع یعنی این جهان رو آفریده، این هستی رو آفریده و نگهبانی و نگهداری از همه عناصرش رو انسان رو شایسته اون دونسته که بذاره به عنوان همکار خودش برای نگهداری و به اصطلاح هنجار بخشیدن با اون چیزهایی که هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرزندان اهورامزدا، یعنی باورمندان به آیین مزدی اسنا، در واقع به آیینی که پروردگارش اهورامزدا هست، مسئول هستند که زمین رو آبیاری کنن، زمین رو کشاورزی کنن، آبادسازی کنن، قنات کشی همون کان به معنی مجرای آب که بزرگترین واقعا سیستم آبیاری جهان و قدیمی ترینش و بسیار توش اندیشه و مغز به کار رفته. این سیستم هنوز در بسیاری از نقاط جهان به عنوان برترین سیستم های آبیاری استفاده میشه. اینا رو مثلا اعتقاد داشتن ایرانیان باید فرزندان اهورامزدا ایجاد کنن برای اینکه کشاورزی و آبادسازی جهان ادامه پیدا کنه. از سوی دیگه باید هوا رو آلوده نگاه ندارن برای اینکه نگهبان هوا که آیور باشه، که بعداً واژه ایر از اون اومد به انگلیسی، آیور خوشنود بشه از اینکه فرزندان اهورامزدا دارن نگه میدارن هوا رو. همین گونه آتر یا آتش، آترپادهایی باید باشن یا آتشبانانی باید باشن از فرزندان اهورامزدا که آتش رو در روی کره زمین پاسداری و نگهبانی کنن. و به همین صورت اعتقاد داشتن که، یعنی این باور مزدی اسنا این اعتقاد رو ایجاد کرد که انسان همکار اهورامزدا در نگهداری تمام عناصر و تمام آن چیزهاییست که هستی از اون تشکیل میشه و روی کره زمین و در تمام کائنات ممکنه وجود داشته باشه. این یکی از داده های بسیار برتر آیین مزدی اسناست که شما در هیچ آیینی نمیبینید چنین چیزی. در آیین مزدی اسنا ما این حالت همکاری و همسط بودن اهورامزدا و انسان‌ها رو در کنار هم، رابطه تنگاتنگشون رو می‌بینیم، در حالی که شما در باورهای دیگر همیشه آفریدگار بالاست و انسان پایینه. انسان یا برده است یا بنده است یا یعنی به اصطلاح گوسفنده که شبان باید اونها رو نگهداری کنه و راه ببره و انسان معمولاً خوب و بد خودشو نمیدونه. همون گونه که شما میبینید در آیین اسلام همیشه میگه شما عقلتون نمیرسه، شما نادانی، شما نفهمید، شما باید تسلیم باشید به اون چیزی که ما به شما دیکته میکنیم. برای این در آیین زرتشت این خرد رو برای انسان قائل بودن، این آزادی گزینش رو قائل بودن، این ارزش انسانی رو و مسئولیت به انسان دادن در روی کره زمین و از انسان خواستن که تو همراهی کن برای آنچه که ما به تو دادیم، نگهدارش باش، نگهبانش باش، باز از داده های آیین مزدی اسناست. حالا شما نظر خودتون رو خواهش میکنم بفرمایید جناب دکتر شهرستانی. عرضم به حضورتون که
این نشانه خرد این آموزگار بشریته که انسانها رو در باورهاشون به مشارکت دعوت کرده و اونها رو در واقع پاسدار اون چی که با خردش یافته بود کرد. ببینید شما اگر احساس مالکیت در مورد یک چیزی بکنید توجهتون به اون خیلی بیشتر میشه و در نگهداریش بیشتر کوشش میکنید به خاطر اینکه خودتون رو سهیم میبینید در اون در مالکیت اون. اما اگر در مالکیت او سهیم نبودی خب فقط ازش استفاده میکنید با سود بردن و بهره بردن از اون عمرش کاسته میشه و از بین میره. شاید یکی از دلایلی و بدون تردید یکی از دلایلی که نخستین یکتاپرستان تونستن هزاران سال هنوز پایدار و استوار بمونن همین باشه که اینها در مشارکتی که در باورهاشون داشتن علارغم همه آسیب‌هایی که در طول تاریخ بهشون وارد شده تونسته پاورجا بمونه. این نشانه خرد اون آموزگاره. و اما در مورد این که باورها رو به در واقع برخی اشتباه گرفتن و برخی این آزادی در به دست آوردن باورشون و انتخاب باورشون رو ندارن و فکر میکنن که دارن، اینا مسائلیه که باید امروز بیشتر بهش توجه بشه. وقتی شما در مورد آزادی باور میفرمودید الان من به خودی خود توی ذهنم اومد که امروز با هر مسلمانی اگر شما در رابطه با آزادی باورش صحبت بکنید میدونید که اونطوری که نمیدونم چجوری باید مطرح بکنم که برخی از این موضوع بداندیش نباشن، ولی میتونم اینطور بگم که زمانی که قرآن رو تدوین میکردن هنگام صدور قرآن به بعضی از همین مسائل اشاره شده، یعنی این سروده های زرتشت رو، فرمایشات زرتشت رو سعی کردن ازش بهره ببرن، اما شاید به دلیل اینکه یا در اون صحرای عربستان مردمش از درک و شعور بالایی برخوردار نبودن، نمیتونستن اونجور که باید و شاید این رو انتقال بدن، تلاش کردن اون رو به اشکال گوناگون و با فرهنگ بومی اون منطقه در واقع گسترش بدن و به یه شکلی در از اون بهره ببرن. بسیار خوب. من قربان ما میتونیم بریم میان برنامه ببینیم بازگردیم ادامه این جستجو. بله بسیار خوبه، چون این موضوع رو من می‌خواستم با یک آیه مشابه در واقع تطبیق بدم. خوبه که تا برگردیم من این رو بتونم یک نگاهی هم بهش بکنم که مسلح‌تر بشم. خب بینندگان گرامی بازگشتیم و پیش از این که ما بریم میان برنامه‌مون رو ببینیم داشتیم در این باره میگفتیم که فریدون مشیری هم یک شعری مشابه همین در اشعارش هست که قرار بود جناب آقای دکتر شهرستانی باز میگردیم اینو برامون بخونن. خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید. بله من این رو آوردم روی مانیتورم هست، اجازه بدید که از روی این براتون بخونم. میگه گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر، لاجرم جاریست پیکاری بزرگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ، زور بازو چاره این گرگ نیست صاحب اندیشه داند چاره چیست، ای بسا انسان رنجور و پریش سخت پیچیده گلوی گرگ خیش، ای بسا زورآفرین مرد دلیر مانده در چنگال گرگ خود اسیر، هر که گرگش را در اندازد به خاک رفته رفته می شود انسان پاک، هر که با گرگش مدارا می کند خلق و خوی گرگ پیدا می کند، هر که در گرگش خورد دائم شکست هر که از گرگش خورد دائم شکست گرچه انسان می نماید گرگ است، در جوانی جان گرگت را بگیر وای اگر این گرگ گردد با تو پیر،
روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. این که مردم یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست اینسان دردمند، گرگ‌ها فرمان روایی می‌کنند. این ستمکاران که با هم همرهند، گرگ‌هاشان آشنایان همند. گرگ‌ها همراه و انسان‌ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. روان فریدون مشیری شاد با این سروده‌ای که پر از دانش برای انسان‌ها، اگر بخوان مسیر انسانیت رو بیاموزن. درسته، دقیقا همینطوره. و این نشون میده که خب خیلی از این شعرهای ما چه اندازه نگاه ایرانی داشتن و چه اندازه با اندیشه های نیاکانشون آشنا بودن. بسیاری از شعرهای ما مانند همین فریدون مشیری، مانند سهراب سپهری، شعرهای هستن با نگاه 100% ایرانی، با اون حالت رواداری مداراگر، نگاه به اصطلاح شاعرانه شادزیست و عاشق زندگی که دارن، که مختص ایرانیان واقعا بوده در هزاره ها. چقدر المان های ایرانی در اشعار اینها به وضوح به چشم میخوره. یکی دیگه از دستاوردهای به اصطلاح آیین مزدی اسنا به جهانیان، همین جشن زادروز تولد بوده آقای دکتر شهرستانی، چون ایرانیان اعتقاد داشتن که فرزندان انسان، در واقع کسانی که در خانواده های باورمند مزدی اسنا به دنیا می آیند که اهورامزدا را آفریدگار می دونند، در واقع سربازان اهورامزدا هستند که به دنیا می آیند. برای همین هم برای زادروز هر بچه‌ای که به این جهان وارد می شده، جشن و سرور برگزار می کردن و سالگرد این زادروز رو هر سال هم باز جشن می گرفتن. و این ایرانیان نخستین کسانی هستند در جهان که جشن زادروز از آیین مزدی اسنا به جهانیان صادر کردند. غربی‌ها هرگز همچین چیزی رو نداشتن و ما حتی در کتاب هرودوت میخونیم، هرودوتوس میگه که ایرانیان مثل اینکه خیلی بچه دوست دارن، برای که هر بچه‌ای که به دنیا میاد جشن میگیرن، در حالی که ریشه این باور رو نمیدونسته که ایرانیان به این باور هستن که هر فرزند رو باید اومدنش به این جهان جشن گرفته بشه، برای که یار و یاور به اهورامزدا، به یاران اهورامزدا اضافه میشه. یکی دیگه از دستاوردهای باور مزدی اسنا پیمان بوده. ما ایرانیان خیلی اعتقاد داشتیم که پیمان بستن، پیمان رو ما به صورت یک حلقه نشون میدادیم و این حلقه مهری است که افرادی که به هم پیمانی رو میبندن باید دو طرفش رو میگرفتن. برای همین هم این وارد میشه به پیمان زناشویی که از پیمانهای دیگه جدا نبوده. هر دو نفری که پیمانی میبستن، این حلقه میاد به صورت حلقه ازدواج به انگشت همسران میره. و جالب اینه، به خاطر نگاه برابری که نسبت به زن و مرد در آیین مزدی اسنا وجود داشته که در جهان بی‌سابقه بوده، هر کسی این پیمان رو میشکسته باید به اون نفر دیگه غرامت میپرداخته یا پادفره شکست یک پیمان یا یک مهر رو باید پرداخت میکردن. مهریه که تا امروز در فرهنگ ایرانی باقی مونده، پادفره پرداخت شکستن یک مهر و پیمان بین دو نفر بوده و اینو هم زن باید به مرد میپرداخته، هم مرد به زن، هر آن کسی که این پیمان رو میشکسته. منتها ما متاسفانه پس از ورود آیین وارداتی بالاخره به ایران و مسلمان شدن مردم، اون حالت خرید و فروشی که در آیین اسلام نسبت به خرید زن وجود داشت و می اومدن به اصطلاح یک بهایی میدادن و زن رو خریداری میکردن از خانوادهش و میبردن، این رو به جای اون مهریه جایگزین کردن و نام اون رو گذاشتن مهریه که بهای پرداخت بشه، زنی خریداری بشه و اون نامش بشه مهریه. در حالی که مهریه از دوران آیین مزدی اسنا در ایران به این صورت هست که هر کس پیمانی رو بشکنه، هنگام شکستن چه زن چه مرد، باید اون رو پرداخت میکردن. برابر اینم یکی دیگه از جالبه که یافته های در واقع از داده های آیین مزدی اسناست که بعدها هم این وارد غرب شد و تبدیل شد به المونی. المونی رو ما در غرب میبینیم با همون شیوه آیین مزدی اسنا، زن اگر جدا بشه یا مرد اگر جدا بشه، اون کسی که وضعیت مالی بهتری داره با اون یه نفر دیگه این المونی رو باید پرداخت بکنه یا این غرامت رو پرداخت بکنه. و اینم بر من جالبه
برای که خیلی از همیهنان ما الان دیگه اینا رو نمیدونن، یعنی ریشه بسیاری از این آیین یا مراسمی که در ایران مونده متاسفانه فراموش شده توسط مردم درون ایران. یکی دیگه از داده های مزی اسما جناب دکتر شهرستانی که الان مسلمانان انجام میدن اینه که ما پس از پایان هر نیایش سرمون رو به سمت راست و چپ برمیگردوندیم و دست میدادیم با دو نفری که در این سو آن سو میشستن. این از دوران آیین مهر در یاران غار به اصطلاح که در محرابه ها در غارها پیرو آیین مهر بودن وجود داشت که پس از پایان نیایش به سمت راست که خورشید از اونجا در می آمد و به سمت چپ که خورشید با آنجا فرو می رفت نگاه می کردن و با یاران غارشون دست مهر می دادن. این امروز در آیین اسلام مونده و ما در نمازهای جماعت می بینیم در مسجدها یا مسجدها پس از پایان نیایش این کار رو انجام می دن. این جالبه جناب شهرستانی که متاسفانه مردم ایران خیلی از قسمت‌های آیین مهر و آیین مزدی اسنا رو وارد کردن به آیین و مراسم اسلامی و امروزه به نام آیین و مراسم اسلامی اینها رو می‌شناسن. درسته؟ بله، اگر به راستی مسلمان‌ها بخوان پیرامون باورهاشون پژوهش بکنن، به نظر میرسه که هیچ چیزی رو نمیتونن به عنوان یک دستاورد دینی از رهبران دینی خودشون ارائه بکنن. هیچ چیز مثبتی حداقل، منفی تا دلتون بخواد ممکنه بتونن ارائه بکنن، ولی هیچ نقطه مثبتی رو نمیتونن ارائه بکنن. ما حتی در مسائل جامعه مسلمون میبینیم که همونطور که فرمودید شستن دست روی پیش از عبادت که وضو نامیده میشه، ما همون وضو رو در فرهنگ زرتشت داریم، حتی تیممشون رو داریم، حتی نمازهای پنجگانه رو شما میبینید که بر اساس نمازهای پنجگانه زرتشت در واقع پای ریزی کردن، با همون شکل، با همون گاه ها و با همون زمانهایی که برگزار میشه. یعنی در واقع امروز یک انسان مسلمان شده، چون این باورها باید از درون انسان شکل بگیره و باورش رو باید بتونه بپذیره، اما وقتی به صورت میراثی این میاد باید بگیم انسان مسلمان شده و به صورت میراثی این رو پذیرفته. امروز وقتی میاد ببینه که این وضوعی رو که میگرفته هزاران سال قبل از اسلام بوده، و پس چیز جدیدی نداشته. نمیدونم تیمم اگر میکنه چیز جدیدی نداشته، پنج وعده اگر نماز میگذاره چیز جدیدی نداشته. همه اینها رو شکل مساجد، یعنی این گنبد، بله، گنبد زر، محرابش، گنبدش، نمیدونم، درسته، گنبد زرینی که بعدها وارد آیین مسیحیت و بعد از اون وارد آیین اسلام شد، در واقع از آیین مهر گرفته شد. این گنبد زرینی که بر بالای محرابه ها میگذاشتن، چون محرابه ها تاریک بود و در غارها نیایش های مهری انجام میشد، میومدن این گنبد زرین رو در بالای اون سردر نیایشگاه قرار میدادن که نمایانگر خورشید باشه، شعاها و پرتو خورشید باشه، و حتی دوتا گلدسته مساجد یا مسجد هایی که الان میبینید در همه جای دنیا، مساجد به اصطلاح شیعه، دو تا دسته داره دقیقا، چون میدونیم که آیین شیعه رو در واقع شاخه شیعه از اسلام رو با تمام آیین های باورهای ایرانی قاطی اون شاخه ای رو جدا کردن ایرانی ها و نام خودشون شیعه گذاشتن، و خیلی کار جالبی هم بود به خاطر اینکه حداقل تمام باورهای ایرانی رو سعی کردن وارد بکنن به این آیین. این دو تا گلدسته برای اطلاع همیهنان که ممکنه ندونن، در آیین مهر ما داشتیم سمت راست یک گلدسته که آتروپادی که اون بالا بوده یا نگهبان آتش مشعل رو بالا نگه می‌داشته در سمت راست، و در سمت چپ مشعل به سمت پایین بوده. در سمت راست که بالا بوده، یعنی شرق رو به سوی شرق که خورشید از اونجا بالا میاد، و در سمت غرب جایی که خورشید به درون پشت کوه به اصطلاح فرو میره و خورشید غروب میکنه، این دوتا گلدسته نماد اون دوتا آتروپاد مشعله به بالا و به پایین بوده، و اون گنبد وسط هم که گنبد مساجد و کلیساها هست، در باورهای
مزه یزدان شما میبینید آتشکده ها گنبد داشتن، اینم باز از همون آیین مهر به مزه یزدان و سپس به مذاهب بعدی منتقل شد. اینم باز خیلی جالبه که ببینید چقدر دستاوردهای آیین ها و نگاه ایرانی به جهانیان زیاد بوده. یکی دیگه از نکاتی که بد نیست اینم ما اینجا ذکر کنیم به عنوان داده های آیین مهر و مزه یزدان، مهر و سپس مزه یزدان به در واقع به جهان، همین چلیپا یا چهار آخشیج یا گردونه مهر یا سواستیکا، اینو من با نام های گوناگونش به کار میبرم که افراد با همه این نام ها آشنا باشن احتمالاً اگر برخیش رو ندونن. این چهار عنصر آب و آتش و خاک و آب باد در واقع همون چیزی شد که سمبل اون صلیبی است که بر سینه میکشن. ما ایرانیان پس از آیین مزه یزدان در پایان نیایش هامون اهورامزدا رو در بالا، مهر و آناهید رو در اطراف میدونستیم و این حالتی که به عنوان صلیب میکشن در واقع اون حالت مثلث‌گونه‌ای بوده که ما از این چهار ایزد در واقع ایزد هستی که پروردگاره و آیین مهر که پیش از اون بوده و آناهید که خدای آب بوده در واقع ما اینو به صورت صلیب میکشیم. پس از اون همه مسیحیانی که بر گردن خودشون صلیب دارن فقط زده پایین در واقع شاخه پایینش رو بیشتر کشیدن، این رو در واقع از باور و آیین مهری دارند و در واقع از آیین بعدش مزه یزدان. این هم نکته جالبی است برای کسانی که اینو نمیدونستن. اگر نکته دیگه شما به نظرتون میرسه از داده های آیین مزه یزدان. من یه نکتم آقای دکتر قبل از که فراموش کنم اینجا برای بینندگان بگم، شما میدونید که در آیین، شاید بینندگان بدونن که در آیین مهر عدد 3 عدد مقدس بوده. چرا؟ برای که 365 روز سال 3-6-5 3 عدد بوده که برای ایرانیان مهری بسیار مقدس و گرامی شمرده میشه. زرتشت سپیدمان میاد و این سه رو، عدد سه رو که در باور ایرانیان مهری بوده میگیره و بر مبنای اون اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو بنا میکنه. یعنی ما همه زندگیمون از یک اندیشه شروع میشه، اندیشه ما به گفتار میاد و گفتار ما به کردار میرسه. و اگر همه اینها نیک باشه شما یک زندگی به خوشبختی در انجام خوشبخت خواهید داشت یا منتهی به خوشبختی خواهید داشت. این از داده های آیین مزه یزدان به جهانه که اگر همه مردم جهان بر فقط همین سپایه اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک زندگی میکردن، ما هممون در جهان نیاز به هیچ کدوم از این ادیان بعدی هم نداشتیم، برای که همین سه اصله که همه ادیان اومدن که شما رو بهش تشویق و ترغیب در واقع بکنن. درست میگم جناب؟ کاملا درسته. ببینید زرتشت از درون یک جامعه ای برمیخیزه که به مهر و آیین و ادب اون بسیار اهمیت داده میشده. به شوند همین هم ما ببینیم که اون جامعه در پرورش خودش فرهنگ مدار میشه و مسائل آموزش، مسائل مربوط به آموزش و نیایش رو به خوبی ازش آگاه میتونه بشه به دلیل آموزه هایی که داره. و میبینیم تاکید زرتشت در سرودهاش بر وحدت اندیشه است، یعنی به یه شکلی میشه گفت که بیشتر نیاز داره که انسانها وحدت اندیشه داشته باشن، نه فقط با بجا آوردن اعمال بخوان یک آیینی رو در واقع به باور داشته باشن یا به باور برسونن. ما در آیین زرتشت میبینیم یا بیشتر در گاتها هویداست که زرتشت نظرش به طور کلی با در سروده‌هاش اون چی که بهش اشاره کرده اینه که مردم بتونن آگاهانه موضوعی رو به عنوان باور بپذیرن نه از روی ترس. هیچ وقت در هیچ گوشه ای از سخنان زرتشت ما نمیبینیم که ایجاد ترس در دل مردم باشه به خاطر اینکه آفریدگارشون رو ستایش بکنن. ستایش آفریدگارشون در واقع با عشق بوده، ستایش اهورمزدا رو با عشق و با مهر شروع میکنه. شما وقتی که با مهر و با عشق میایید یک باوری رو پایه‌گذاری میکنید و یک باوری رو در واقع بذرش رو مینشانید و ادعی رو همونطور که در بخش اول گفتگو بهش اشاره کردیم اونها رو
موظف میکنید که اون بذر رو آبیاری بکنن و نگهداری بکنن و پاسداری بکنن، باید نتیجه بسیار خوبی بده و نتیجه ای که میده همینه. اون چه که زرتشت به انسانها، به انسانهای بعد از خودش خواسته بیاموزه، مسائلی نبوده که در واقع از جایی بهش سفارش شده باشه، تمام مسائلی بوده که تونسته با خرد و اندیشه خودش درک بکنه، به نتیجه برسه. ببینید تفاوت علم علوم در واقع صنعت و علوم با علم مذاهبی که ما میبینیم در سامی وجود داره در اینه که اونها میگن وقتی ما میخواییم یک موضوعی رو بیایم راجبش صحبت بکنیم و باور بکنیم که وجود داره، باید در آزمایشگاه به نتیجه برسونیم و تحقیق بکنیم، وقتی به نتیجه رسیدیم و دیدیم باورش بکنیم و ازش صحبت بکنیم. اما برخلاف اون در علم ادیان سامی میگه باید ندیده رو بپذیری و باور بکنی. بنابراین اون چه رو که زرتشت آورده مسائلی بوده که بهش رسیده، اون رو تجزیه تحلیل کرده و با خردش تونسته کاملا اطراف و پیرامون اون رو بررسی بکنه و به دیگران بیاموزه. حالا به همین دلیل شما میبینید که 365 معنا پیدا میکنه، به همین دلیل میبینید که مناره های به اصطلاح مساجدی که امروز اینها دارن معنا داشته، حتی شرق و غربش معنا داشته در اون، حتی گنبدش و حتی نمیدونم روزنش، نمیدونم همه اینا دارای معنا بوده. خب این معنا که اگر تونسته از هزاران سال پیش تا به امروز برای ما بمونه و دیگران در حالا ادیان گوناگون هر یک به شکلی مثل صلیب کشیدن رو که شما بهش اشاره کردید، همه اینها در واقع نشان دهنده اینه که ما میتونیم امروز به همه جهانیان با هر باوری که دارن، چه فلسفی چه مذهبی، میتونیم بگیم که ما کاملا مفتخر هستیم از اینکه در سرزمین ما فرزندی به دنیا اومد که تونست آیینی رو به بشر بیاموزه و معرفی بکنه بدون اینکه از جایی بخواد به او در واقع وحی و سفارش بشه، که این آیین اینقدر گسترده بوده که شما همه تون تونستید از اون بهره ببرید و از شاخ و برگ های اون بتونید برای خودتون آیین و مذهب درست بکنید. درسته. من جناب شهرستانی اتفاقا در یکی از سخنرانیت من داشتم، یه نفر از من پرسید که یکی از بچه های درون ایران که نه برای اینکه زرتشت در همه جای گاتها فر ایران رو ستایش کرده، بنابراین آیین فقط مال ایران و مال نژاد ایرانی. گفتم شما چگونه همچین چیزی رو میگید در حالی که تمام بنیاد یک آیین بر مبنای خرده و خرد نه زمان داره نه مکان و نه متعلق به ملت خاصیست. وقتی که شما در باورهای زرتشت و اندیشه هاش و گفتگوهایی که در واقع داره میکنه با اهورامزدا و پرسش هایی که میکنه، فقط داره درباره هنجار هستی صحبت میکنه، درباره نیک اندیشیدن، راستی، راست کرداری، درست زندگی کردن، آبادانی، آزادی گزینش، هر آن چی که در باور زرتشتی شما در واقع ما بهش میگیم باور زرتشتی در آیین مذهبی هست، هر آن چی که میبینید خردگراست و ساینتیفیک، یعنی دانشه، پشتش دانشه، پشتش تخیل نیست، پشتش دروغ نیست، پشتش تصورات خرافی نیست، پشتش عجیم عجیلا ترجی نیست، قرار نیست معجزه‌ای بشه، قرار نیست از آسمون یه چیزی بیفته زمین، قرار نیست ما اعصاب نمیدونم ما رو اژدها تبدیل بشه، قرار نیست دریایی که بسته است باز بشه، قرار نیست اتفاقات عجیب و غریب فیلم سینمایی بیفته. ما در دنیای واقعی زندگی می‌کنیم با واقعیت‌های علمی و خردمندانه ای که زرتشت داره به اونها به یکی به اونها اشاره میکنه. هنجار هستی که زرتشت دربارش صحبت میکنه کجا فقط متعلق به ملت ایران و متعلق به یک نژاد خاصه. شما درباره هنجار هستی همون چیزهاییست که بعدا شد قوانین شیمی و فیزیک و نمیدونم ستاره شناسی و قوانین طبیعی، ریاضیات، همه چیزهایی که داره جهان رو به حرکت در میاره قوانین طبیعی و دانشه و اون چیزهاییست که هنجارهای هستی می تشکیل میده.
و خلاف اونها میشه ناهنجاری و اینها همون چیزهاییست که عشا نامیده زرتشت. بنابراین کجای اینا متعلق به یه ملت خاصه؟ اگر زرتشت در گاتها فر ایران رو میستایه، برای که زرتشت ایرانیست. شما میتوانید یک زرتشتی باشید در نروژ، نروژی باشید و فر نروژ رو بستایید، اشکالی نداره. بله. این مغایرتی نداره با اینکه شما باورتون زرتشتی و باورمند به آیین مزدیزنا هستید و در برزیل زندگی کنید و فر برزیل رو بستایید. اما از نظر شخص من، اگر همه مردم جهانم فر ایران رو بستایند، اشکالی نداره، برای که ایران کشوری است که به جهانیان همه چی داده. پایه‌های اندیشه، پایه‌های فلسفه، پایه‌های اختراعات و اکتشافات بسیاری در ایران ماست. اولین پروتز جهان، اولین پروتز چشم جهان، اولین انگشت مصنوعی جهان مثلا توسط ایرانیان، اولین ملتی که در جهان شانت خارجی برای هیدروسفالوس گذاشتن، نام ساینس بوده. ممکن خیلی از شما، خیلی از افرادی که در علوم مختلف تبحر ندارن، اینا رو ندونید، ولی داده‌های ایرانیان به جهانیان انقدر زیاده. ایرانیان اولین کسانی هستن که پست رو در جهان ایجاد کردن. پست همون پشت بوده، پشت به پشت اسب سوار می‌شدن و می‌بردن نامه‌ها و پیام‌ها و بسته‌های مهم رو در شاهراه شاهی. شاهراه شاهی نخستین اتوبان جهان بوده، بزرگترین در واقع هایوی جهان بوده، بزرگترین راه به اصطلاح پیش از صاف شده جهان بوده. خب شما الان همه اینا رو بخواید نظر بگیرید، حتی اگه همه مردم جهان فر ایران رو بستاین، از نظر شما اشکالی داره؟ این مغایرتی داره با باور به یک آیین جهانی؟ ببینید، معمولا کسانی به این مسائل دامن میزنن و این اندیشه رو در واقع میخوان در جامعه گسترش بدن که خودشون در باورهاشون این گونه مسائل رو دارن و بهش بی‌توجهن. یعنی من میخوام به این دوستی که این موضوع رو مطرح کردن از همین طریق اشاره بکنم که اگر مسلمان هستن برن کتابشون رو باز بکنن، آیه 92 در سوره انعام رو یه بررسی بفرمایند. در اونجا اشاره میکنه به این که ما این کتاب رو فرستادیم برای مردم مکه و ام القرى و حولها، یعنی مکه و اطراف اون، حومه های مکه، در حالی که این کتاب امروز مدعی جهانگستری هست. این کتاب امروز مدعیه که باید سر و سر جهان رو پوشش زیر پوشش خودش قرار بده، اگر هم نمیپذیرن باید به زور و با شکنجه و ستم در واقع این رو بخوان به دیگران بپذیرن. در این حال ما میبینیم که زرتشت این رو نداره، در آیین زرتشت چنین موضوعی رو نمیگه، از هستی داره صحبت میکنه. وقتی از هستی داره صحبت میکنه، شما نمیتونید این بخش از کره خاکی رو جزء هستی بدونید و بخش دیگرش رو ندونید، این سوی کره رو از هستی بدونید و اون سوی کره رو ندونید. وقتی از هستی داره صحبت میشه، یعنی کل این کره خاکی رو در نظر میگیره. وقتی از بشریت داره صحبت میکنه، کل بشریت رو صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو با ای باورداران من توش نداره، میگه انسان ها. انسان هم مرزی نداره، در همه جای جهان انسان ها شبیه به هم و در واقع زاده شده هستن، از یک مادر و یک پدر و یک عمری میکنن و بعد از اونم تمام میشه، مثل همه. زرتشت میتونیم بگیم یکی از اون شخصیت هایی که در تحول فکری و تمدن بشری نقش پیش قدم رو داشته نسبت به همه کسانی که امروزه شاید صاحب به اصطلاح تحولی بشن در جوامع بشری. ما میبینیم که او پیش قدم بوده و در واقع اگر کسی امروز داره کاری رو انجام میده، ادامه گام های او رو داره میپیمایه تا بتونه به عنوان یک کسی که یک تز جدیدی میخواد بده مطرح بشه. و در شمار کسانی است که در افکار خودش به حقایق و یک رویدادهای طبیعی وابسته دیده میشه. از این جهته که حالا شما میگید که یا اون آقا گفته که فرد ایران رو میستایه، خب ما خودمونم به عنوان یک ایرانی امروز برامون مایه فخر و مباهاته که از درون سخنان زرتشت میتونیم رسایی و ژرف‌اندیشی رو در پیکره او ترسیم کنیم، بدون اینکه نیازی به افسانه سازی داشته باشیم، بدون اینکه جستجو کنیم در آثار نمیدونم
نشانه های آسمانی تا بتونیم برای اون معجزه چیزی به دست بیاریم. ما میبینیم که کلام او تک به تک و حرف به حرف و کلمه به کلمش خودش معجزه است. زمانی که شما یک سخنی رو از او میتونید مربوط به هزاران سال پیش از میلاد بیارید مطرح بکنید و اون سخن رو امروز ببینید، آیین‌های گوناگون، باورهای گوناگون به شکل‌های گوناگون دارن ازش بهره می‌برن، این خودش بزرگترین معجزه است. نه دیگه نیازی بوده که عصا رو مار بکنن، نه نیازی بوده نمی‌دونم شق القمر بکنن که هر دوی اینا ظاهراً نشدنی هم هست، ولی خب چرا دیگه امروز با این همه مشکلاتی که مردم دارن و پیامبری نیاز دارن هیچ معجزه ای انجام نمیشه که کسی بخواد پیامبر جدید بگیره. من فکر میکنم که این پاسخی بتونه باشه برای این دوستمون. خیلی ازتون سپاسگزارم جناب آقای دکتر شهرستانی. ما ادامه این گفتگوهایی درباره آیین زرتشت، در واقع آیین مزد یزدان، بهتره که اینو بگیم آیین مزد یزدان، با شما در میون خواهیم گذاشت. تا برنامه آینده همه رو خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار جناب. من هم به درود میگم، سپاسگزارم که من رو دعوت کردید توی برنامه‌تون. خدا نگهدار.